سایت اینترنتی ایران فیلم با افتخار تقدیم می‌کند. جزیره اسرارآمیز. 13,000 کیلومتر دورتر از قاره آمریکا، جزیره ناشناخته و مرموزی وجود داره. اونایی که پا به سواحلش گذاشتن و تونستن جون سالم به در ببرن، سفرشونو با چنان ترس غیر قابل تصوری توصیف میکنن که فکر عزیمت به سمتش از یاد هر دریانوردی میره. البته عده‌ای کنجکاو گاهی در گروه های چند نفره، هر کدوم شجاعتر از قبلی، برای جستجوی گنجی که در جزیره پنهانه، ترس و خطر رو به جون میخرن. بعضیا میگن این جزیره نفرین شده است، بعضی های دیگه میگن در اونجا هیولاهایی زندگی میکنن که شبیهش هیچ جای دیگه ای دیده نشده. من بهتون اطمینان میدم که تمامی این حرفا حقیقت داره. خودم تصمیم گرفتم در این جزیره ساکن بشم و اسمشو گذاشتم جزیره اسرارآمیز. بر اساس داستانی از ژول ورن، کارگردان راسل مولکاهی، شما دو نفر منتظر چی هستین؟ اگه چیزایی که شنیدی حقیقت داشته باشه چی؟ اینا قصه است، برای ترسوندن من تو ساخته. بیاین بریم رفقا، باید گنج رو پیدا کنیم. از وسط آب بیاین. یکی رو بیار، بیارش. باید از داخل تونل رد بشی. اول تو برو. همش قصه است. بای خروجشو پیدا کردم، ولی خبری از هیولا نیست. نگران نباش، اینجا خبری نیست. خدای من، خدای من، فرار کن، فرار کن. قرارگاه زندان لیبی، ویرجینیا، 1863.
اوضاع چطوره؟ امشب هوا طوفانیه. فرصت خیلی خوبیه. الان هر روز سر جاشه؟ آره. تا وقتی طوفان تموم شه کسی سراغش نمیره. امشب را میافته. سلام آقایون. من تصادفاً حرفاتونو شنیدم. ببینم احیاناً قصد فرار که ندارین. حتما اشتباه شنیدیم. بعید میدونم. بریم. اینجا زندان نیروهای مختلفه است. تو چرا اینجایی؟ به خاطر دزدی، ولی میتونم بهتون اطمینان بدم که همش یه سوء تفاهم بزرگ بود. بهش فکر کنین. ممکنه به دردتون بخوره. بگو چیکارش کنیم نیب. هر جور بهش نگاه کنی مایه داره سره. یعنی این کاکاشیا باید سرنوشت منو تعیین کنه؟ بهتره جلوی زبون تو بگیری. میتونه همینجا دخل تو بیاره. من همیشه مخالف برداری بوده. یا ببریمش یا کلکش بکنیم، برای من فرقی نمیکنه. اگه بکشمش کسی نمیفهمه. درسته. اگه کلکی تو کار باشه بهتره همینجا تمامش کنیم. به تو قول میدم هیچ کلکی در کار نیست. نیمه شب میریم. لطفاً بشین. ممنون. حالتون خوبه؟ بله خانم. کم کم داره خوب میشه. امشب میخوام از اینجا برم. یه بارون دیدبانی بیرون قرارگاه لنگر انداخته. با همون میرم. ممکنه میونه توفان سقوط کنیم. برای تو دخترت خیلی خطرناکه. ضمناً نیروهای کمکی به زودی میرسن و شما رو به خونه برمیگردن. نه نمیشه. اینجا موندن با دختری به سن و سال هلن خیلی خطرناکه. باور کنید. هلن چی؟ نگهبانه میگن چرا اینقدر طول کشیده؟ خب تو چی گفتی؟ باید قانعشون میکردم. گفتم کاپیتان آبله گرفته. خوب گفته. برو سر پسته. شما ها کجا داری میای؟ این مرد بیماره، باید قرنطینه بشه. تا ببریدش بیرون. حالم خیلی بده. خانم جان شما بره. زندانی‌ها فرار کردن. جلوشون رو بگیرید. نذارید فرار کنن. جلوشون رو بگیرید. بهشون شلیک کنید. نذارید فرار کنن. بهشون شلیک کنید. جلوشونو بگیرید. نیب سوار شو. اول تو کاپیتان. سوار باران شو، عجله کن.
بیا بریم کاپیتان. عجله کن. منم بیا. عجله کنید. الان بیفته. دست تو بده من. چجوری میشه این بالون لعنتی رو هدایت کرد؟ نمیدونم. واقعا که کجایی؟ داره از طلوع خورشید دور میشه و به سمت غرب میره. نمیتونم بگم دقیقا کجا هستیم. به زودی فرود میای؟ باید صبر کنیم به نقطه امنی برسیم. یعنی همینطوری باید شناور بمونیم؟ چاره دیگه ای نداریم. خب هر جا که باشیم از ریچموند که بهتره. همیشه در ریچموند زندگی کردی؟ اومدم دنبال همسرم، برای نیروهای مختلفه میجنگید. به من و دخترم خبر دادن که جزو مجروحینه. پیدا کردی؟ چند روز بعد از اینکه رسیدیم دفنش کرده. متاسفم. اینجا واقعا زیباست. بالای اقیانوسیم. داره پایین میره. لعنتی سوراخ شده. میرم ببینم چی کار میشه کرد. میتونی درستش کنی؟ نه خیلی بزرگه. داریم سقوط میکنیم. دیگه فکر بکری نداری کاپیتان اسمیت؟ باید سواکش کنیم. وزنها رو باز کنیم. زود باشیم. فایده ای نداره. هنوز داره پایین میره. کاپیتان داریم به آب برخورد میکنیم. چی کار کنیم؟ اونجا رو ببینیم. یه جزیره اونجاست. فاصلمون باهاش زیاده. بهش نمیرسیم. تا وقتی که میتونیم به بالون بچسبیم. جریان آب شما رو به ساحل میبره. کاپیتان! داریم اوج میگیریم.
میشه بپرید؟ آره بیاین تا دوباره دور نشدیم بپرید. نه نه ارتفاعمون هنوز زیاده. آره میریم اون طرفش. میدونم سب کنین. داریم سقوط میکنه. داریم سقوط میکنه. اونجا رو بالون اونجاست. نیم زنده هم همه حالشون خوبه؟ خوشبختانه هممون سالمی. آره کاپیتان اسمیت کجاست؟ مگه با شما نیست؟ نه امیدوارم طوریش نشده باشه. خب چی کار میشه کرد؟ میشه یه جوری سرهمش کنیم؟ با این بالان دیگه نمیشه جایی رفت. اثری از کاپیتان نیست؟ هیچ اثری نیست. باید بریم پیداش کنیم. موافقم. جستجو رو شروع میکنیم. باشه 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 باشه. گوش کنیم. گوش کنیم. بهتر نیست پهلوی هم بمونیم. کاپیتان اسمیت یا به ساحل رسیده یا نرسیده. ما باید مراقب خودمون باشیم. چند روزه که غذا نخوردیم. باید دوباره غذا باشیم. من با پنکراف موافقم. باید یه چیزی بخوریم. بعدن یه چیزی برای خوردن پیدا میکنیم. بیایید بریم. از کی تا حالا برده‌ها دست دور میدن؟ اگه دقت کرده باشی ما مرز میتون دکسون رو خیلی وقت رد کردیم. دیگه اینجا من برده کسی نیستم. سرباز لمی مگه نگفتی گرسنه‌ای؟ شاید بد نباشه با آقای پنکراف بری یه کمی آب و غذا پیدا کنی. من و هلن و نیبم میریم دنبال کاپیتان. خوب گفتی. های کسی اینجا نیست؟ این دیگه چی بود ها؟ من چه میدونم؟ بیا بریم. لمی لمی بیا اینقدر وقت تلف نکن. چیزی شده سرباز؟ بیا برین پسر.
بادو کاپیتان اسمیت. خیلی تشنمه، یکم دیگه تحمل کن. بریم یکم آب پیدا کنم، به زودی تاریک میشه. چی اینجاست؟ نیب؟ جنگ؟ کسی اینجا نیست؟ چی کار میکنی؟ علامت گذاری میکنم تا وسط این جنگل گم نشیم. آب شده. لمی رو خورد. چی میگی؟ یه هیولای بزرگ، خیلی سری بود. باید هرچی زودتر از اینجا بریم. حتما خیالاتی شدی. نه گوش کن، من که باور نمی کنم. میبینی حالا حتما باور میکنی؟ ها؟ Thank you.
شبیه یه قبرستون. نه نه نه، یه حشره بود. شاید چه قدی بود؟ شاید 6-7 متر. خیلی بزرگ بود. هوا داره تاریک میشه، بهتره به ساحل برگردیم. باید یه قایق بسازیم. های تو کی هستی؟ کاپیتان اسمیت، پیاده نظام متحده. برگرد روی بارانداز. چطوری اومدی اینجا؟ نمیدونم. آخرین چیزی که یادم میاد این بود که از روی بالون پریدم تو. من شما رو میشناسم. خیلی بعیده که بشناسی. اینجا خونه این منه. تو هم بدون اجازه بهش وارد شدی و من حق دارم بکشمت. نه سب نه. نه کاپیتان نیمو، لطفا این کار نکنید. اون خودش به اینجا نیومد، در حالی که بیهوش بود تو ساحل پیداش کردم و آوردمش اینجا. بدون این که با من مشورت کنید. شما سرتون شلوغ بود قربان. ببرش داخل خونه، همونجا حبسش کن تا تصمیم بگیرم باش چی کار کنم. چشم قربان، لطفا همراه من بیایید. خواهش میکنم. اینجا دیگه کجاست؟ جزیره‌ای در جنوب اقیانوس آرام. کاپیتان نیمو 10 ساله که اینجا زندگی میکنه. به غیر از اون کسای دیگه هم جهاز زیاد نیست. با اومدن به اینجا میخواسته از دنیای پرهیاهو فرار کنه. اینجا جای خوبی برای پیش برده آزمایشاتشه. آب دریا الکتریسیته تولید میکنه. آره درست گفتی. با این دستگاه آشنایی داریم؟ چیزی به این پیشرفتگی رو ندیده بودم. قبل از جنگ مهندس بودم. بگو ببینم دیگه چی اختراع کرده؟ خودش موقع شام همه چیز رو براتون توضیح میده.
بقیه چی شده؟ بقیه؟ 5 نفر دیگه هم همراه من بودن، پیداشو نکرده؟ متاسفانه نه. چطور ممکنه؟ اگه من پیدا کردی حتما باید اونا رو دیده باشی. بهتر یه گروه جستجو تشکیل بده. اینم نکته ایه که موقع شام میتونی به کاپیتان نیمو پیشنهاد کنی. بفرمایید. باب هاروی خودشه. میگه نقشه یه گنج ایزابلا است. بگو نیمه یه دیگش کجاست، وگرنه کارت ساخته است. تو یه جزیره است. بهتر زنده نگهش داریم کپتن. کشتیمون به خدمه احتیاج داره. گنج طلای ایزابلا. فکر نمی کردم یه روز نقشه شو پیدا کنم. گوش کنی، این کلید گنج بزرگی، هر کس دلش میخواد ثروتمند بشه همراه من بیاد. من میام با خودت بیارش. خیلی ممنون کاپیتانم. بیا بریم. چی کارش کردی؟ همینجاست، داره برای شام آماده میشه. در مورد جزیره چی بهش گفتی؟ چیز زیادی نگفتم، خیلی کنجکاوه که از همه چیز سر در بیاره. هرچی کمتر بدونه بهتره. راستش به نظرم اگه بهش اعتماد کنید میتونه دستیار خوبی براتون باشه. درس مهندسی خونده و خیلی تیز هوشه. از کجا میدونی؟ با یه نگاه به جنراتور هیدروالکترونیکیتون فهمید که چطور تعمیرش کنه. در مورد ساختار زیردریایی هم یه نظریاتی داره، میگه توی دانشگاه مطالعه کرده. مایل در موردش با شما صحبت کنه. شاید اگه ایده هاتون رو باهاش در میون بذارین. من قصد ندارم کاپیتان اسمیتو تعلیم بدم، اون یه نظامیه، نمیشه بهش اطمینان کرد. شما از برنامه‌تون عقب موندید. شاید به کمک اون بتونید کارو تموم کنید. بهتره برای کشتنش عجله نکنید. من شنیدم که میشه با چوب آتیش روشن کرد، ولی تا حالا ندیدم کسی این کارو بکنه. تو ریچموندم خودمونو به همین شکل گرم کردیم. باید شعلای آتیشو بیشتر کنیم. اونطوری دیگه تحملش مشکل میشه. بهتر از اینه که تومه ی حشرات غول پیکر بشه. به نظرت کاپیتان هنوز زنده است؟ آره. هوا که روشن شد میریم دنبالش. حتما طعم این خرچنگو میپسندیم. چرا همه چی اینقدر بزرگه؟ باید ازتون تشکر کنم کاپیتان. جوزف گفت که جنراتورمو تعمیر کردیم. واقعا فوق العاده است. شما از آب دریا انرژی الکتریکی میگیرید. 3% آب دریا از کلرید سدیم تشکیل شده، به اضافه هیدروژن که میتونم جنراتور رو به کار بندازم. در واقع این اقیانوسه که فوق العاده است.
من دارم ازش استفاده میکنم و اون بهم گرما، نور و پناه میده. پناه از چی؟ از موجودات اسرارآمیز جزیره. از اینکه به من پناه دادیم باید از شما تشکر کنم، اما 5 نفر دیگه هم همراه من بودن. باید ببینم چی به سرشون اومده و کجا. احتمالاً تا الان باید مرده باشم. منظورتون چیه؟ بیرون از دروازه های اینجا هیچ امنیتی وجود نداره. مگه اون بیرون چی هست؟ موجوداتی که در وحشتناکترین کابوساتونم ندیدیم. پس باید برم دنبالشون. بشینید کاپیتان. جوزف، یه گروه جستجو تشکیل بده. خب، داشتیم میگفتیم. منم میخوام در جستجو کمک کنم. باید اول غذا بخوری تا بدنتون نیرو بگیره. راجع به جنگی که درگیرش بودید برام بگید. جنگی بین ایالت ها. یعنی نشنیدیم؟ ما با دنیای بیرون هیچ ارتباطی نداریم و نخواهیم داشت. ولی برام عجیب نیست که ایالت ها به جون هم افتاده باشن. کشور شما همیشه پیش زمینه جنگ و خشونت رو داشته، اینطور نیست؟ بستگی داره از کی بپرسی. من از شما پرسیدم. من با هدف دفاع از آزادی به جبهه رفتم. بردهداری یه سیستم بربریه دیگه. به هدفتون رسیدید یا نه؟ حالا دیگه همه مردم آزادن؟ نمیدونم، جنگ هنوز تموم نشده. بهتون اطمینان میدم نتیجه این جنگ هر طور که رقم بخوره هیچ وقت همه مردم حقیقتا آزاد نخواهن بود. من حرفتون قبول ندارم. بعضی از جنگ ها ارزش جنگیدن دارن. بگید ببینم، حالا که خشونت و وحشیگری های جنگ رو از نزدیک دیدی، نگه زمان به عقب برمیگشت بازم به جبهه میرفتیم؟ من قبلا در مورد شما چیزهایی شنیدم، از جنایتی که علیه نیروی دریایی انگلستان انجام داده. اگه زمان به عقب برمیگشت همون کارا رو میکردیم؟ من در یک خانواده انگلیسی متولد شدم، اما در هندوستان بزرگ شدم. وطن من اونجاست. هندی ها هم وطنان من هستن. من تلاش میکردم به اونا کمک کنم تا استقلالشون رو به دست بیارن، از خفت و استعمار رها بشن. کارایی که کردم و اون کسی رو که کشتم همش مال دوران جوانی. به اون موقع عواقب این اعمال رو درک نمیکردم. یه من یه موشه خیلی بزرگتر از یه موشه. بیمیریم بیمیریم. نصب کن، نگاه کن، فکر کنم از همون ترسیده. اصلا مهم نیست که چی فکر میکنی، بد جوری به ما خیره شده و دلم نمیخواد منو بخوره. گوش کن بانکراف، اگه از همون ترسیده یعنی میشه شکارش کرد. من گرسنمه. اگه هاش دیوانگی.
هلن، چی شده؟ کاپیتانی؟ نه نه، چی شده؟ حالتون خوبه؟ کسی آسیب دیده؟ حالش خوبه. فکر کردیم اتفاقی افتاده. اون دیگه چیه؟ ها؟ پیداش کردم. این طلای خالصه. فکر کردم شاید یه فنجان چای میل داشته باشید. برای چی من اینجا زندانی کردی؟ بهتون اطمینان میدم که برای امنیت خودتونه. من نگران دوستم هستم، باید پیداشون کنم. بهتر همینجا بمونید. این جزیره پر از موجودات وحشی و خطرناکه. من بچه نیستم. اگه یه تیم جستجو میتونه بره بیرون، پس حتما منم میتونم. ببینم اصلا تیم جستجویی در کار هست؟ متاسفانه کاپیتان نیمو دیشب سر شام اونقدر با اتون رو راست نبود، ولی بد نیست بدونین که من و ایشون تنها بازماندگان این جزیره هستیم. من متاسفم. کلید در رو بده جوزف. کلید رو بده. نمیتونین از این محوطه خارج بشین کاپیتان. بهتون اطمینان میدم. چه دیگه کجاست؟ Well, on the circumstances, really quite delicious. My compliments, chef. Try to eat something. It's wrap. Tastes a little like chicken. فکر کنم تا یه مدت دیگه بیان سراغم. از کجا میدونی؟ به خاطر اون میگم. این چی؟ میشه یه لحظه بدیش به من؟ آب با توجه به وزنش میشه گفت که طلای خالصه. آره؟ معلومه که بخشی از یه جور نقشه است. اگه درست هستده باشم نقشه یه گنج. مطمئن باشه یه عده دنبالش میدم. باشه یه جزیره ای که توش زندگی میکنم خیلی زیباست. اینطور نیست کاپیتان؟ چرا همینطوره؟ جوزف به هم گفت که از در بیرون رفتیم. میخواستم فرار کنم. اصلا دلم نمیخواد از اینجا خاطره بدی تو ذهنتون بمونه. تا وقتی دوستامو پیدا نکنم مطمئن باشه نمیتونم احساس راحتی کنم. شنیدم که شما درس مهندسی خوندید و در مورد ساختار زیردریایی‌ها مطالعاتی داشتید. همینطوره. من فکر کردم مهندسی
مثل شما میتونه در تکمیل طرحی که دارم بهم کمک کنه. اگه فکر کردین چنین پیشنهادی رو میپذیرم در اشتباه. کاپیتان لطفاً انقدر زود قضاوت نکنه. شما انقدر سری دوستای منو مرده فرض نکنی. کار من خیلی از دوستای شما با اهمیت تره. میخوام کمکم کنی. نه اشتباه نکن، این یه فرصت استثنائیه. میتونی توی زندگی چیزی بسازی و زمان اقامت در جزیره رو صرف عمل با ارزشی بکنی. هیچ چیز با ارزشتر از نجات جان دوستام نیست. پس تا ابد توی جزیره زندانی خواهی بود، شک نکن. همه چیز به خوبی پیش رفت؟ اون یه مرد احمقه. شاید پیشنهادتون رو با زبان درستی مطرح نکردید. چی داری میگی؟ اون اصلا منطق سرش نمیشه. فعلا فقط به دوستاش فکر میکنه. شاید اگه بتونید اونا رو نجات بدید نظرش جلب بشه. من نیمو هستم، اینم جوزفه. به جزیره من خوش اومدید. خیلی قشنگ اینجا، جاتون راحته. از خوابیدن توی غار که حتما بهتره. جوزف بهتون لباس تمیز میده. شما جون ما رو نجات دادید، نمیخواین خودمونو بهتون معرفی کنیم؟ من شما رو میشناسم. متوجه نمیشم، از کجا ما رو میشناسی؟ کارتن اشمیج؟ رمی کجاست؟ متاسفانه. خوشحالم سالمی. دنبال من بیایید.
همونطور که متوجه شدید، جزیره من جای بسیار خطرناکیه. به همین دلیل عاقلانه نبود کاپیتان رو تنهایی دنبالتون بفرستم. باید خودم میرفتم. مهم اینه که کاپیتان نیمو و جوزف جون ما رو نجات دادن. به لطف این دو نفره که الان اینجا هستن. کاپیتان باید اندازه اون مورچه رو میدیدین. میخواست ما رو بخوره. تازه یه ملخ 6-7 متری هم بود. شانس آوردیم زنده موندیم. و اگه موش گول پیکر؟ اینجا چه جور جاییه؟ برای من که یه خونه است، یه بهشته. البته تا باقی که نرده های الکتریکی کار کنه. این جونورا چجوری انقدر گولاسا شدن؟ الان دیر وقته و شما سوالات زیادی دارید. فردا به همشون پاسخ میدم. حمام داغ آماده است. برای همه هم لباس تمیز است. دنبال من بیایید. چرا معطلی بلند شدی دیگه؟ از اینکه دوستامو نجات دادی ممنونم. فرصت خوبی برای نجاتشون پیش اومد. به هر حال ممنون. راجع به پیشنهادی که بهت دادم فکر کن کاپیتان. خب چرا این سفر اینقدر برات ترسناکه؟ این سفر نیست که منو میترسونه. اون جزیره است. اون جزیره چشه؟ اونجا پر از موجودات گول پیکر آدم خاره. گوش کنید رفقا، ببینید چی میگه. من خودم چند سال پیش به این جزیره اومدم. چیزی نمونده بود که به گنج ایزابلا دست پیدا کنه. چه موجودات آدم خار در کار باشن چه نباشن، من اون گنجا پیدا میکنم و با خودم برش میگم. من خیلی میترسم. درکت میکنم رفی. ممنونم قربان. ما بهش احتیاج داشتیم. اون یه ترسو بود. آدم ترسو به درد ما نمیخوره. کس دیگه هم هست که مشکل خاصی داشته باشه؟ آه، پس همه چیز مرتبه. بلیک. بله کاپیتان. برو به سمت جزیره. باید اون گنجا پیدا کن. کاپیتان نیمو، خیلی ممنون که اینطوری ازمون پذیرایی میکنین. کاپیتان اسمیت خیلی نگرانتون بود. همه فکر و ذکرش این بود که شما نجات پیدا کنین. ما هم نگرانش بودیم. من که خیلی نگرانش بودم. کاپیتان اسمیت میخواست قهرمانانه عمل کنه، اما من برای امنیت جانش مانع خروجش از اینجا شدم. خانم جوان، خوشحالی که الان زنده است؟ البته. نیمو چی شده؟ اون چیه به گردنت آویزون کردی؟ این من پیداش کردم. پنکراف میگه طلاست. خیلی بیشتر از اینه. یه جایی تو جزیره پنهونن. که اینطور؟ طلا. باید از همون اول حدس میزدم. راجب چی؟ راجب به حرص و طمع
چیزی که باعث میشه آدما به جون هم بیافتن. باید قبل از اینکه جزیرمو آلوده میکردین میذاشتم جانوران نابودتون کنن. من نمیخواستم داره حتش کنم. میدونم عزیزم، میدونم. نیمو ظاهران میونه خوبی با طلا نداره، تقصیر تو نیست. حالا سهم اونم به خودمون میرسه. در این نردانی روی الکتریکی جریان داره، باعث میشه از خطراتی که تهدیدش میکنه در امان بمونه. خوبه که حداقل این طرف نرده. فکر نکنم بذاره بمونه. کاپیتان، تو به نیما اعتماد داری؟ اول به من گفت یه تیم جستجو فرستاده دنبال تو، بعد متوجه شدم فقط خودش و جوزف اینجا هستن. چی به سرشون اومده؟ حتما بیشتر بودن. پس کی همه اینا رو ساخته؟ نمیدونم. مشکلی نیست، نگران نباشید. نیما کجاست؟ میخوایم باهاش حرف بزنیم. تا کی میخواد ما رو اینجا نگه داره؟ البته نه اینکه ما دلمون بخواد بریم، ولی خب چیز دیگه‌ره. فعلا در دسترس نیست، مشغول کاره. مطمئنم دلش میخواد بمونه. یه کمی ناراحت شد چون با دیدن این مدال یاد کسای دیگه افتاد که قبلا پا به جزیره گذاشته بودن. کیا؟ دوستای دریایی. نگفتم. من میدونستم تو این جزیره گنج هست. اینو نمیدونم. تنها چیزی که میدونم اینه که کاپیتان نیمو از دزدای دریایی تنفر داره. امیدوار بود که موجودات غول‌پیکر جویندگان طلا رو فراری بدن. بهش بگو ما هیچ علاقه به طلا یا گنج نداریم، فقط میخوایم به خونه هامون برگردیم. همین. از این بابت خوشحال میشه. منو ببخشید. کاپتن بیا تو. خوب گوشاتو باز کن پسر. یک گروه سرهم کن. بلی بگو، نشونت بده که نیمه یه دیگه این نقشه رو کجا انداخته. درست بررسی کن ببین اوضاع چطوره. اگه مشکلی پیش اومد پیغام بده تا نیروی کمکی بفرستم. نیمه یه دیگه شو پیدا کن. برای بردن طلاها خودم میام. اونا کجا؟ تو حیات جلوی نگهشون داشتم قربان. از برنامه عقبیم، حواستون هست؟ ایده هاتونو باشون در میون بذارین، مخصوصا با اسمیت. حتما نظرش جلب میشه. از کجا میدونی؟ اون مرد هوشمندیه، یه مهندسه. اون یه نظامیه، هنوزم توی فکر جنگ و خون ریزیه. کاری که من اینجا میکنم مخالف تمام افکار و عقاید اونه. شاید، اما شما خوب میتونید دیگرانو به انجام کاری متقاعد کنید. باشه جوزف. خیلی خوب دیگه، راهو نشون میده. تو نمیدونی داری پاتو تو چه جایی میذاری. نمیخوام از این حرفا بشنوم. هرچه زودتر به گنج برسیم زودترم از این جزیره خلاص میشیم. راه بیفت. بایسا چه؟ مطمئنی که راش از این طرفه؟ فکر کردی چنین چیزی رو فراموش کردم؟ من شانس آوردم که جون سالمه در بردم. تو نمیدونی داری خواهی تو چه مخمسه ای میندازی؟ من میگم بهتره همین الان برگردیم به سمت کشتی. کی با منه؟ بایسا یه کاری نکن بهت شلیک کنم. امکان نداره برگردم اونجا. I
مراقب پاهاتون باشید. جوزف چی شد که کاپیتان نیمو نظرش در مورد ما عوض شد؟ یه دلیلی پیدا کرد. پس تو قانش کردی؟ خودتون به زودی میفهمید که هیچ چیزی کاپیتان نیمو رو قانع نمی کنه. حتی به وجود خودش هم شک داره. از این طرف لطفا. این دیگه چی بود؟ یکی از دوستان وفادار و همیشه همراه ما در این جزیره. آتش بشان. خیلی خطرناکه. هیچ وقت از فوران کردنش نمی ترسیم؟ چرا؟ پس برای چی اینجا موندید؟ کاپیتان نیمو معتقد خطری تهدیدمون نمی کنه. دنبالم بیایید. این همون ناتیلوسه. باور نکردنیه. یه شاهکار تکنولوژیکی مدرنه. فوق‌العاده است. این برجسته ترین اختراع کاپیتان نیموه. چیزای دیگه ای هم هست. دنبالم بیایید. هلن، فوراً از روی صندلی بلند شو. مادر، دارم فقط امتحانش میکنم. اشکالی نداره. دختر منم دوست داشت همین کارو بکنه. شما دختر دارید کاپیتان؟ داشتم. اون و مادرش چند سال پیش کشته شدن. متاسفم. موقع انقلاب هندوستان. درست هم سن و سال شماها بودم. لباسی که تنتون مال اوناست. تاریکترین دوران تمام زندگیم بود. بیاین. خواهش میکنم. چیزای دیدنی زیاده. بهتره خبرهای خوبی آورده باشی. آقا دست نگه دار رئیس. حقیقتش اینه که نتونستیم مدالو پیدا کنیم. بلیک کجاست؟ مرده. چه اتفاقی افتاد؟ یا ایولا، بهتره همین حالا از اینجا بریم. تا طلا رو پیدا نکنیم اینجا نمیریم. گورتو گم کن. باشه. حتما تا الان همتون از کارهای نظامی من مطلع شدی. شنیدم که شما در زمان جنگ به مردم هند کمک کردین. فقط این نبود. چند تا مشکلم برای ارتش انگلیس درست کردم. دوتا از کشتیاشونو به کمک موشکهایی که داخل ناتیلوس ساخته بودم غرق کردم. بس حسابی از زبانیشون کردیم. همینطوره. اونا هم اعضای خانوادمو گرفتن. اونا رو زندانی کردن تا مخفیگاه هم از زیر زبونشون بیرون بکشن. ولی همسر و دخترم چیزی نگفتن و زیر شکنجه از دنیا رفتن. چه هولناک. تمامی جنگ ها پر از داستان های تأثیر برانگیزه. مطمئنم همه شما خاطرات مشابهی دارید. بیاین. مجموع کارهایی که تو تمام زندگیم انجام دادم اینجا توی این آزمایشگاهه. وقتی جنگ به پایان رسید خودمو از دنیا دور کردم. تو تنهایی و سکوت این جزیره آرامش پیدا کردم و در کارم متمرکز تر شدم. به دنیایی که ازش اومده بودم فکر میکردم و متوجه شدم که جنگ ریشه تمام دردها و رنج هاست. قسم خوردم که راهی پیدا کنم تا تمامی اختلافات بشری رو پایان بدم. این که فوق العاده است. چطوری میخوای این کار رو بکنی؟
تنها راهش اینه که عواقب منفی جنگ و آنچنان به همه نشون بدی که دیگه کسی به فکر جنگ نیفته، دیگه هیچ کس جرأت حمله کردن به دیگری رو نداشته باشه. من دارم سلاحی میسازم که بسیار قدرتمنده و میتونه یه شهر رو نابود کنه. این بمبو اینجا ساختی؟ آره، برای همینه که توی جزیره موندم. منظورتو نمیفهمم. برای ساخت این بمب از ماده طبیعی استفاده میکنم که فقط توی همین جزیره پیدا میشه. اسمش هم توریومه. تو بال حتی اسمش هم نشنیدی؟ چون فقط یه جا در کره زمین یافت میشه و اونم در همین جزیره است. اینجا. به خاطر تماس داشتن با توریومه که حیوانات اینجا بیش از حد رشد کردن و یاد گرفتی استخراجش کنی. تقریبا. بیا تا نتیجه تحقیقاتمو ببینی. این اتاق خیلی کوچکتر از اونه که هممون بخوایم توش جا بگیریم. بیاین بقیه قسمت‌های زیردریایی رو نشونتون بدم، حتما خوشتون میاد. در دمای اتاق به صورت بلورهای مکعبی شکله، ولی وقتی آتیشش میزنی با شعله قوی و سفیدی میسوزه که خاصیت رادیواکتیو داره. خدای من، وقتی منفجرش کنم همه میزان کشندگی این سلاح رو میبینم. میخوام نتایج فاجعه برانگیز جنگو به تمامی ملت‌های متمدن نشون بدم. باید متوجه اثرات مخربش بشن و بترسن. ممکنه نقشه ساختش به دستشون بیفته. وقتی قدرت این بمب نمایان بشه همه ملت‌ها دلشون میخواد یکی داشته باشن. کاپیتان اسمیت، خداوند شما رو توی این جزیره به من رسونده. شما رو هزاران کیلومتر تا اینجا آورده تا بتونید دوشادوش من کار کنید. شما هم از جنگ آسیب دیدید، میتونم توی نگاهتون ببینم. شما میتونید کاری کنید که نسل‌های آینده ناچار به تحمل چنین رنج‌هایی نشن. نمیدونم چی بگم. نمیدونم. بهش فکر کن. لازم نیست الان بهم جواب بدی. ولی ازت خواهش میکنم کاپیتان، خوب بهش فکر کن. You think this weapon could possibly work? There's no question of its destructive power. He feels no moral dilemma about what he's doing. But I thought he planned on using the weapon to stop war. He can't control how people will respond once they know this weapon exists. When they realize the kind of power they could possess, the world will become a very dangerous place very quickly. He thinks I was carried these thousands of miles to him to help him in the culmination of his life's work. That's ridiculous. What are you going to tell him? You've seen him. He's not the kind of man who responds well to someone who crosses him. What could he possibly do to us that we haven't already survived? Now my decision can put us right back outside those gates. میتونی یکم معطلش کنی؟ بهش بگو هنوز باید دربارش فکر کنه. فکر میکنی تا کی منتظر بشه؟ حتی اگه چند روزم که باشه حداقل اینجا در اما امانیم. پس گویا تصمیمتو گرفتی؟ بله، من پیشنهادتو رد میکنم. نمیفهمم، تو هم مثل من از جنگ بدت میاد. آره، ولی راه حل تو به فجایع بزرگتری منجر میشه. پس چطوری میشه با وحشیگری های بشر مقابله کرد؟ چطور میتونم بهت بفهمونم که این تنها راهه؟ کاری که دارم انجام میدم برای حفظ نسل موجودات کره زمین ضرورت داره. اگه اینو نمیبینی پس من فقط دانشمند باهوشی میبینم که راهشو گم کرده. من شرط میخوام، من کاری نمیتونم بکنم.
از اینجا برید. ببینم بدون حمایت من چقدر توی این جزیره دوام میارین. متاسفم که اینطوری شد. هیچ رایی نداره که نمو آخر شیطون بیاد پایین و بذاره اینجا بمونه. قبلا این شکلی دیدمش. میتونستم پیش بینی کنم. یه بسته آذوقه و ابزار لازم براتون آماده کردم، ممکنه به دردتون بخوره. خیلی ممنون. موفق باشید آقای پنکراف. خیلی خوب بابا، خیلی خوب. I'm leaving. به سمت ساحل برید، اونجا امن‌تره. پوشش گیاهی اونقدر زیاده که نمیشه جهت یابی کرد. یعنی گم شدیم؟ نه. گم شدیم؟ عالی شد. گم نشدیم پنکراف. باید یه رودخونه پیدا کنیم تا بتونیم از کنارش به سمت اقیانوس بریم. کاپیتان اسمیت، میدونین کجا داریم میریم؟ یا مثل موقعی که تو بالون بودیم همینجوری داریم این طرف اون طرف میچرخیم. خدا به دادمون برسه. ساکت. خدای من. برگردی. خدایی. گیر افتادین. باید ازش رد شیم، راه دیگه ای نداریم. عجله کن کاپیتان. محکم بگیر، از هم جدا نشی. برگردین اقل، برگردید. هلن سن بپر. کجا رفت؟ بیا به این طرف شنا کنیم.
کاپیتان اونجاست. کاپیتان اونجا را اتقایل جان خدای شکر این قایق پوسیده. ولی بهترین شانسمون برای فرار کردن از این جزیره است نیست؟ مادر! مادر! هلن! نه هلن! سب کن! سب کن! Yeah.
جنگ. کاپیتان اسمیت، باید همین الان برگردیم پیش نیمو، همین الان. ما به اونجا بر نمیگردیم. پشت نردهای خونش در قمانه. حالی چون داره میکنه خطرناکتر از هر چیزیه که تو این جزیره پیدا میشه. ولی من نمیخوام بمیرم. هیچ کس دوست نداره بمیره پنکراف. اگه بخوایم زنده بمونیم همه باید با هم متحد بشیم. اگه نمیتونی اینو درک کنی آزادی که هر جا میخوای بری. امشب همینجا اتراق میکنیم، فردا به ارتفاعات بالاتر میریم. گابریل امبار، وینی جونز، عمر گودینگ، روی مارستن، جیسن دو، چریس لارکن، دانیل کانورت، تام میسون و Patrick Stewart. کاپیتان اسمیت، سب کنید، سب کنید، باشید، باشید.
نمیدونم ولی یه نفر نزدیکم بود. اصلا باورم نمیشه. خودم دیدمش. دیدمش. اونو هاش. شبیه آدم هست. آره. بیاین. رفت گم و گور شد، هرچی بود دیگه دود شد رفت. اصلا واسه چی اینجوری افتادیم دنبالش؟ اگه اون تونسته اینجا زنده بمونه پس ما هم میتونیم. آره درسته، اینو خوب گفتی. گوش کنیم، شاید میخواسته ما رو بیاره دم رودخونه. بیا بگیرش. اساس رمانی از ژول ورن، کارگردان راسل مولکای، کاپیتان اسمیت. من که نمیفهمم ما الان باید چی کار بکنیم؟ به راهمون ادامه میدیم. کجا بریم؟ اون بالا خیلی بلنده نه؟ بله همینطوره، باید بریم یه جای امن پیدا کنیم. هالیوود. فکر کنم پیداش کردی. نظرتون چیه؟ عالی. مگه نه مادر؟ آره باور نکردنی. ولی رطوبت داره، بو هم میده. Fire should help vent it out. Where are you going to sleep? We can bring up some palm fronds, make some beds. Time for basket. Bring up some supplies. Yeah.
Some food too, I hope. واقعا کار داشته رئیس. داشتی رو حاضر کنی. باید صبح زود حرکت کنی. حجا خیلی از شنیدن این خبر خوشحال میشن. نمیخواییم برگردیم خونه کله پوک. کشتی رو میبریم سمت اون جزیره. ولی بری بی بری هر کاری گفتم بکن. باشه رئیس. بزن به چک. چشم رئیس. کله پوک. نمیدونم ولی کاپتان اسمیت همش به اینجا میگه خونه. یه لحظه فکر کردم تا که قراره اینجا بمونی یعنی نجات پیدا میکنی. میخوام برگردم خونه. چایتون قربان. بذارش روی میز. چی شده؟ من نگرانشون هستم قربان. نمیخوام راجع به ای صحبت کنم. اونا خودشون انتخاب کردن. فکر نمی کنید یکم غیر منطقی حرف میزنید قربان؟ اینجا خانه منه. ما اینجا کارهای مهمی انجام میدیم. عملیات نجات مسافرین راه گم کرده که نداریم. ولی زنا چی؟ اون دختر جوان؟ کافیه جوزف. بله قربان. وقتی هم بکردیم باز سریع به جوابیم از مخمون استفاده کنیم. نه خدا. بله. میدونی داشتم فکر میکردم شاید بد نباشه که فعلا قائم بشیم یکم مراقب کشتیه باشیم. اینم بد نیست که یه دشته یه برنده بردار ما اسمت از تاریخ خود. دارم بچه ها رو جمع کنم به کارا برسیم. فکر خوبی. آره. تمام شد؟ تقریبا دیگه چیزی نمونده. این خوبه. عمل کرد. فکر میکردم خوابیدین. نه نه شیباش.
دلم برای خونه تنگ شد. برای چیش؟ ملافه سفید. به شوهری که از دست دادمش. ای کاش اون هنوز زنده بود. شما چطور؟ دلتنگ چی شدین؟ من راحت شدم از جنگم. هیچ وقت نگفتین چه اتفاقی براتون افتاد؟ دارم سعی میکنم فراموش کنم. خارج از اردوگاه سنگر زده بود. حمله یه سنگینی به همون شده بود. کسی برام نمونده بود. افرادم همگی یا مریض شده بودن یا زخمی. با بعضی که داشتیم نمیتونستیم کسی از سربازارش رو بفرسته. فایه بام میشه منفجرش کرد. حتما بیشتر از دوتا سرباز اونجاست. فکر میکنیم بشه کارشون رو ساخت؟ تو چند سالت پسرم؟ 14 سالمه. برای دیتون به دویی؟ پسره رو فرستدی؟ آره فرستادنش. داشت یه بوم خم میکرد که بهش یه زمان سنج وصل شده بود. وقتی که زامنشو میکشی دیگه نمیشد خونساش کرد. بیا ببینم تو اینجا چی کار میکنی؟ اون افرادمو نجات داد. یه قهرمان بود. دیگه نمیتونه به آرزوهاش برسه. دیگه نمیتونه پدر بشه. He said he could run like the wind. به چی میخندی جوزف؟ برای شما جالب نیست قربان. از دروازه خارج شدی داری دیدشون میزنی؟ خونه درست کردم، آب و غذایی فراهم کردم، برای خودشون زندگی را انداختم. یادم نمیاد آخرین همسایه که داشتیم کی بود. من بهشون فرصت دادم که تو این دنیا کاری انجام بدم. تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ من اول پرسیدم. اسمم هیلینه. گلوله نداره. اسمم بلیکه.
از کجا اومدی؟ خیلی سوال میپرسی. اینا سمی نیستن؟ کاپتن اسمیت که میگه سالمن. کاپتن اسمیت دیگه کیه؟ کسی که ما رو آورده اینجا. ما؟ من و مادرم و چند نفر دیگه. ممنونم. تو چطوری اومدی اینجا؟ من با چند نفر دیگه اومدم، ولی اونا بلم کردن رفتن. موجودات بزرگی اینجا هستن. نمیدونم چی هستن. بهتره با من بیای پیش دوستان، ما آب و غذا داریم. فکر نکنم از دیدنم خوشحال بشن. من دوست دریاییم. دوست دریایی؟ قیافت که شبیه اونا نیست. باور کن، از اون آدم کشا. باید یه سرپناه پیدا کنیم. من یه جا میشناسم، بیا. بارونای این جزیره خیلی شدیدن. واقعا دوست دریایی هستی؟ یه دوست دریایی منو به فرزند خوندگی گرفت. منم راه دیگه ای نداشتم. بارون قطع شد. بهتره برگردی پیش دوستاتو بهشون بگو مراقب باشه. برای چی؟ کسایی که من براشون کار میکردم آدمای خیلی خوبی نیستن. دوست ندارم ببینم به کسی آسیب رسیده. اونا وحشی هم. به کسی هم نگو من اینجا. این راز بین خودمون بمونه. دوستای من آدمای خیلی خوبی هم. مطمئنم که خوبم. یادت باشه منو ندیدی. باشه. هلن، اون مدالی که انداختی گردنت، دوزای دریایی واسه اون مدال آدم میکشن. مراقب باش. چشاتون باز باشه و حواستونم جمع، وگرنه هیوله ها ما را یه لغمه یه چپ میکنن. فکر کنم بهتره بریم به سمت شرق، ممکنه به یه چیزایی برسیم. سی بی هوا هم نکنی ها؟ عوضی پستش واسه یه چرم کفش خوبه نه بچه ها؟ بیاین چقدر قشنگه اون بالا رو نگاه کن میبینی؟ خیلی قشنگه. فکر کنم الان نمو میدونه که ما کجاییم. وای خدای بزرگ. بودا بودا پرنده هلن رو گرفت و برد. بریم
حالت خوبه؟ من از اینجا نجات میده. هی هی آروم، شما رسه کی هستین؟ آروم ماشین، من بلیک هم، اسمم بلیکه. اینجا چیکار میکنی؟ ببینی من با کسی کاری ندارم، مثل شما اینجا گیر افتادم. اون کی؟ ها ها بگو اون کی؟ سب کنی سب کنی، اون چونه منو نجات داده. تو همونی که ما رو به سمت رودخونه هدایت کردی مگه نه؟ سب کن ببینم. عطرتان امکان نداره. بفهم وقت مهمون کسی نبودم. اشکالی نداره آقای اترتون، رفتار غذاخوری شما خیلی هم با ما تفاوت نداره، مگه نه آقای پنکراف؟ همینجوره. ممنونم خانم، خیلی وقت بود کسی منو با اسم خودم صدا نکرده بود. اگر اشکالی نداره منو فقط اترتون صدا کنید. باشه. چند وقت اینجا گیر افتاده؟ نمیدونم، خیلی وقته، حداقل باید 8 سال باشه. شما دوتا از کجا هم دیگر رو میشنسین؟ از نوگر. ببخشید از کجا؟ کشتی دزدای دریایی. دزد دریایی هستی؟ بودم، من اهل لندنم، آهنگر بودم. زمونه خیلی سخت شد، کارم از دست دادم، همه چیزم از دست دادم، رفتم دریا، آخرشم گرفتار دزدای دریایی شدم. چی شد که به این جزیره رسیده؟ با ناخدا به اختلاف خوردم. سر چی؟ شورش شده بود. تو هم جزشون بودی؟ سر دستشون بودم. و ناخداتون از این قضیه زیاد خوشش نیومد؟ چه جورم؟ به خاطر همین منو تو جزیره ول کرد. حتما فکر میکردی تو حالا مردم، مگه نه بلیکی؟ همینطوره. تو چطور به اینجا رسیدی؟ با همون کشتی دوباره برگشتیم. ما یه گروه تجسس بودیم، من تنها کسی بودم که زنده موندم، ولی وقتی برگشتم کشتی رفته بود. یه کشتی؟ اینجا؟ کشتی دزدای دریایی. چرا یه کشتی باید دائما به اینجا برگرده؟ طلای ایزابلا، این مدالی که انداخته نصفی از یه نقشه گنجه، انگار نصف دیگه‌ش هم دست بابه. خب حالا این گنج دقیقاً چقدر طلا هست؟ انقدری که خودت و تمام آشناهات و تا آخر عمر بدجوری پولدار کنه. مطمئنین که اون کشتی از این جزیره رفته؟ نمیتونیم از چیزی مطمئن باشیم. بس بهتره زودتر قایقا کامل کنیم و از این جزیره بریم. الانم که 2 نفر به نفراتمون اضافه شده، میذاریم پیشتون بمونیم؟ فکر میکنم همگی موافق باشن که شما 2 نفرم میتونین تو خونه آهکی ما بمونه. فکر کنم آقای اترتنو زیادی خستش کردی. ببخشید. همه حسابی غافلگیر میشن. کاپیتان، اگه اون مدالی از یه نقشه گنج باشه، یعنی اونا برمیگردن. آره، احتمالش هم هست که اصلا نرفته باشن. حتما جایی لنگر انداختن که ما تا الان ندیدیم. امیدوارم قبل از اونم ما پیداشون کنیم. معرفی میکنم، آقای اترتون جدید. باورم نمیشه این همون اترتون خودمون باشه. منم یه لحظه اصلا خودمو نشناختم. حقم داری.
give her a test run soon. That's it. We'll be home before you know. Now, meanwhile, gentlemen. چطور یه تلاشی برای رسیدن به طلاها هم بکنی؟ نه، خیلی ممنون. آدمای زیادی سر اون طلا جونشون از دست دادن. درسته. ای بابا، شاید به دست آوردنش سخت باشه، ولی به هر حال هر چیز با ارزشی سخت. ببین، هر کسی که دنبال طلای ایزابلا رفته کشته شده. از مغزت استفاده کن پینگ شف. به نظر منم حرف خوبی میزنه. بهتره که فقط به برگشتن فکر کنیم. دقیقاً. Yeah, well, you may well have lives to return to. But for some of us, returning home with wealth beyond our dreams could make all the difference. آقای پینکراف، من 8 ساله که تو این جزیره‌ام. شما هیچ وقت نمیتونید اون طلاها رو پیدا کنید. تو این 8 سال کس دیگه ایرم تو جزیره دیدین؟ راجع به نمو صحبت میکنی؟ درسته. یه بار گذاشت برم تو قلعهش، ولی وقتی فهمید کی هستم و دزد دریایی بودم خیلی از دیدنم خوشحال نشد. دفعه بعد که خواستم برم پیشش حالمو گرفت. این لفتارش برام آشنا. بعد از اون دیگه خودم بودم و خودم. البته تقصیری هم نداشت. من اون موقع همچین آدم حسابی نبودم. ولی حالا بعد از این همه سال تنهایی تو این جزیره، این همه تنهایی، باور کنید کاپیتان، اگه این قایق خوشگل بره روی آب، من یه آدم دیگه میشم. همگی ما یه آدم دیگه خواهیم شد. برو کاپیتان آروی. قربان. چیه؟ بچه ها سوالی دارن. قرعه به اسم من افتاد که بپرسن. بپرس. ما داریم چی کار میکنیم قربان؟ منتظر رسیدن به گنجیم پسر. بله میدونیم، ولی بدون نیمه دیگه نقش نیمه دیگه شو پیدا میکنیم. آخه چطوری قربان؟ من این جزیره رو میشناسم. اگه چیصی که میگم درست باشه، نصفه دیگه این نقشه تو دهنه یه قاریه که به گنج میرسه. خب شما راهشو میشناسین؟ یه گروه تجسس جمع کن. باید برین توی جزیره. هر کم میخوای ببر. ولی قربان دیگه مزاحم نشو. کاپیتان، کشتی دزدای دریایی حتما دیشب لنگر انداختن. آره، باید بقیه رو خبر کنیم. همه بیایید. کشتی دزدای دریایی نزدیک صاحب لنگر انداخت. باب برگشتی؟ ظاهرا همینطوره. بهتره بریم یه جا قایم بشیم. ولی شاید افراد توی کشتی آدم های منطقی باشن. نه چرتون درست میگه، باید مخفی بشه. باید قایقو استتار کنی. فکر خوبیه. بریم. گرسنه نیست؟ چی شده؟ میدونستم با پاروی برمیگرده. مشخص بود که میاد. الان تمام فکر و ذکرشون تنها است. پس چرا چیزی نگفتی؟ اشکالی نداره، من یه فکری دارم. اونا این نقشه رو میخوان، منم بهشون میدم. میذارمش جایی که پیداش کنن و گنجشون رو برمیدارن و میرن. آه نه 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 نه، یه لحظه صبر کنین. نه اینطوری نمیشه، نمیتونی این کارو بکنین. برای چی؟ خب به خاطر اینکه نصفه دیگه مدال الان دست اوناست. آره خوب بهش فکر کنین. اونا اینو میخوان، اینم دست ماست. اگه ما رو پیدا کنن احتمالا تنها چیزی که جونمون رو نجات میده همینه. این یه ابزار مذاکره است. ما با پاروی طرفیم.
اون با کسی مذاکره نمیکنه. هر چیزی رو که بخواد به دست میاره، بعد هممونو میکشه. حتیتون درست میگیر، با اون نمیشه همسر. ولی تو رو نکشت. آره؟ خب آره، به خاطر اینکه با هم نسبت داریم. اترتون اسم کوچیک منه، اسم فامیلم هارویه، اون برادرمه. با هم خانواده این؟ پس چرا قبلا نگفته بودی؟ ها؟ آخرین باری که برادرمو دیدم به هم حسابی فهمون که اگه یه بار دیگه منو ببینه خودش گلمو پاره میکنه. نه بابا، اینا رو روی عصبانیات گفته. برادر بزرگ منم به شوخی سر منم میکرد زیر آب. مشکلی نیست. اون با کسی شوخی نمیکنه آقای پنکراف. برادر شما با پاروی نیست. پس همین کارو میکنی. یه جایی میذارم که پیداش کنم. اگه دقیقا نظریش همون جایی که پیداش کردی میفهمن یه نفر دیگه هم اینجا بوده. کاپیتان درست میگه خانم. اون ممکنه الان همینجا باشه. نه، بعید میدونم با وجود هیولاهای اینجا شبونه اومده باشن. ولی من میتونم پیداش کنم، نگران نباشه. هلن، خیلی خطرناکه. همینجا بمون هلن. خب ممنون. تاسو به نوبت تو دهانه غار کشیک میده. کاپیتان نمو، کاپیتان باهاتون حرف دارم. جوزف نمیبینی کار دارم؟ اطراف جزیره متوجه یه موضوع خیلی ناراحت کننده شدم. کشتی دزدان دریایی، اونا لنگر انداختن، احتمالاً الان توی جزیره هم. مراقب باش نرده ها همه درست کار کنن. البته قربان. چی شده جوزف؟ من دلیلی نمیبینم که همسایه همون قربانی این دزدای خطرناک بشن. بذار خودشون مراقب خودشون باشن. این سلاحایی که اینجا داریم به درد ما نمیخورن. جوزف اونا منو تحقیر کردن، کار یک عمر منو مسخره کردن. ولی قربان، بذار خودشون از هم دیگه مراقبت کنن. Oh, my face!
بیدارشین بیدارشین همه بیدارشین زود باشین زود باشین بیدارشین بلنشین بلنشین زود باشین بلنشین 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 باید بریم دم ساحل عجله کنین باید بریم همین الان باید بریم دم ساحل زود باشین عجله کنین چی شده دوزای دریایی هلنو گرفتن بردنش تو کشتی حتما میخواسته مدارو بذاره سر جاش باید بریم دنبالش ولی تعدادمون خیلی کمه راه دیگه ای نداریم باید بریم پیش نمو اصلاحی واقعی ازش بگیریم نمو به ما کمکی نمی کنه باید یه راهی باشه من کشتی رو میشناسم راحت میتونم به هل مرسیم خیلی خوب پس وقت رو تلف نکنیم هرچه سریعتر بریم و هلن رو نجات بریم بریم بیا بیا نگاه هلن گیر بک ویل گیر بک دونت وری آفرین بچه خود خودش اسمت چیه کوچولو؟ هلن هلن هاروی بهش میاد بچه ها بگه نه ببین جوجه اسم من باب هاروی به زودی بزرگترین دوز دریای تمام اقیانوس میشه من باید برگردم برم کنیم برم خیلی عجله داری چه جسارتی دختر بی تربیتی هستی زندونیش کنین سیف در چنج افکشنز تولز می and if it doesn't she can walk the plank فقط یادت باشه من جای تله ها رو عوض کردم تو چی گفتی من جای تله ها رو عوض کردم و بردمش یه جای ام ببرینش بایی باش حرف بزنیم بچه وقتی که بهتون گفت باتالا چی کار کرده واسه شام میخوریمش همه چی به تو بستگی داره که هلن رو پیدا کنی بیاریش بیرون نگران نباش خواهش میکنم به من اعتماد کن یادت باشه که هرچه سریع تر از اونجا بیاریش بیرون نه نه شلیک نکنید وگرنه مجبور میشم تیکه تیکتون کنم با چی میخوای تیکه تیکم کنی؟ با اونه هلنو بیار تو اینجا مراقب باش ما قایقو میندازیم تو اینطوری قبول نیست تو داری جر میزنی Pencroff.
چی شده؟ پنکراف نیست. میرم دنبالش. I knew you'd come for me. How could I resist? Yeah. آی عزیزم، چقدر دلم برای تنگ شده. تو لیوونه شدی، ممکنه هممونو به کشتن بدی. سعی کن دیگه این کارو نکنه. هر کی پیدا کنه مال اونه. میشه به جنبی بودو بریم. سوار شو. فکر میکنین خیلی سرنگین؟ من از مهمونه ناخونده خوشم نمیاد. مدال اما پس بدین تا نکشتم تو. مدال؟ کدوم مدال میگی؟ افراد بیشتری لازم داری تا پس ما بر بیای. واقعا؟ افراد؟ بندای بچه ها صدای رئیس بود. عجله کنید. شما رو فرستادی تو اون جزیره تا کشته بشم. مثل فسار خودم بزرگت کرده بودم. جا زودتر از اینجا بریم. مدال رد کن بیا. بابا دست من نیست مدال. پس دختره رو به این پس بده. مگر از جانسه ایوان رد بشی. آن که مشگری نیست. بیا چرتان. بپر
تفنگا رو بیارین، بیارزا دارن فرار میکنن. بدش من. محکم پارو بزنید. هنوز از سیر رسش دور نشده. یکی دیگه. اونو بده. بذارید آروم باشنه، باید بریم، باگه دستم بهتون نرسه. آروم بذارید. جوزف. سلام دوستان، اینا سلاح‌های جدیدن، یکی دیگه از اختراعات کاپیتان نما. هرچی که هست بدجوری لازمش داریم. ما هم دیگر رو ندیدیم چند سال پیش. حرکت کنیم، پشت سر اونم. ممنونم جوزف، تو به ما امکان مبارزه دادی. موفق باشید. نب، تو و پنکراف برین سمت راست سنگر بگیرین. اترتان، من و تو اون نقطه مستقر میشیم. پنکراف جین، تو و هلن از خار مراقبت کن. اگر لازم باشه اونجا آخرین سنگر ما خواهد بود. مشکلی پیش نمیاد. نشده کنین. نزدیکی هست بچه وجب به وجب این جزیره را بکردین. من نقشه یا اون کنجا میخوام. باد دوی بچه ها، باد دوی. این چیه؟ یک کرجیه. ناخدا یا چیزی پیدا کردی؟ حواستون جمع باشه بچه، همه این نزدیکی هم. اونجا نشونه بگیریم بچه. آتش! انگار باست بری به جای مرتفت.
تفنگه گیر کرده نب بزنشون پنکراف یاره کاپیتان اون بالا دارم میرم سمت خونه هوای منو داشته باش برو سلامت ارتان میبینم که داری علیه من میجنگی تو انتخاب دیگه ای به من ندادی باب تو اگه به دستورای من گوش میدادی میتونستی مثل خودم قدرتمند بشی من نمیتونستم از یه آدم کش دستور بگیرم تو همیشه بچه یه لوساش کاری بودی به افرادت بگو برگردم باب بعدم برید تو کشتیتون و برگردید به همون جایی که ازش اومدید بس کن تو دل و جرات این کارا رو نداری هیچ وقت نداشتی تو که نمیتونی برادر خودت رو بکشی میتونی دستور رو صادر کن باب تا سه میشمرم یک دو خیلی خوب خیلی خوب هرچی تو بگی بعدا میبینم دادش کجا رو امیدوارم هیچ وقت هم دیگه رو نبینیم بچه برمیگردیم تو چشتی چی کار میکنن؟ مگه قرار نبود داریم دنبال تلا حتما نقشه عوض شده شد باشیم پارو بزنید هم بلا
جوزف چطور تونستی چون این حماقتی بکنی؟ باید کمکشون میکردم. آخه چرا؟ اونا افراد بیگناهی هستن، یه زن و یه دختر که همسن دختر خودتونه. حتما میتونید دلیلی برای کمک کردن بهشون پیدا کنید. اونا ارزشی برای کارهای من قائل نشدن. یه زمانی بود که شما برای جون آدم ارزش قائل بودید، نسبت به هم نوعتون احساس خوبی داشتید. آدم زندگیشو میکنه جوزف، ولی گاهی وقتا چیزایی پیش میاد که نگاه ها عوض میشه. نه، ممکنه آدم ها شما رو ناامید کنن، ولی کمک کردن به اونا و عشق ورزیدن به اوناست که ما رو تبدیل به انسان های واقعی میکنه. شما که خودتون اینو میدونید. شما به خاطر همین نوتیلوس رو درست کردید. من هیچ احساسی نسبت به اینا ندارم. متاسفانه زندگی هر دوی ما رو به پایانه. من به شما اطمینان دارم کاپیتان نمو، شاید حتی بیشتر از خود شما. هنوز اونجان؟ من حس خوبی به این ماجرا ندارم. میخواید بادمونه رو بکشیم نه خدا؟ بدون طلاقم؟ مسخره نشو احمق، تو پارا شلیک کنین، شلیک کنین، شلیک کنین، پناه بگیرین، بخوابی رو زمین. مگه به تو قول نداده بود؟ میدونی ضرب المثل اونا چیه؟ نه نمیدونم. به دزد درگاهی اعتماد نکن. ها شعالی شد. همه حالشون خوبه؟ وای پسر چه افتضاحی. از نو شروع میکنیم. نب اترتون، بازم چوب لازم داریم. چشم قربان. ببین چقدر از این رو میشه استفاده کرد. چشم قربان. پنکراف، از الوارای سوختم استفاده کن.
خیلی عیب شد. میتونستیم پولدار بشیم. داری از چی حرف میزنی؟ اون مدال. اون مدال به قیمت جون یه انسان شریف تموم شد. دیگه پیش من اسمشو نیار. ولی حیف شد که گمش کردم. گوش کن پنکراف، باور کن اون گنج نفرین شده است. I don't believe in curses. خانم جین، یکم میوه هست که ما بخوریم؟ چرا سبد رو بر نمیدارید برای همه میوه بچینید؟ همین کار میکنم. بقیه کجا؟ پنکراف رفت میوه بچینه. خیلی طول کشیده. من میرم دنبالش. گنج نفری شده. یه چه ننگیزه.
تمام شد. کمکم کنین رو ببرید، معرفی میکنم گنج عزیز من. این دیگه چی؟ ای چی عنکبوته، ولش کن بیا. من از عنکبوت بدم میاد. وای نه بازم چی؟ کن دوشم شلی کن. دیگه خطری نیست، بادا بریم. سب کن کجا میری؟ کمکم کن اینو ببرم. نه شوخی گرفته؟ باورم نمیشه هنوز هرس این کله ها رو میزن. نه چنگال کسیفه تو به طلای من نزن. اینم به خاطر پنکراف.
نب نب حالت خوبه؟ امروز ما بقایای جسد سرهنگ آر جی پینکراف رو دفن میکنیم. از وقتی که اولین بار در اردوگاه اسرای جنگی باهاش آشنا شدیم انگاری عمر گذشته. با اینکه در بیشتر چیزها با اون هم عقیده نبودیم ولی قدردان زحماتش هستیم و به خاطر کمک‌ها و فداکاری‌هاش در یاد ما خواهد ماند. فکر نمی‌کردم به خاطر من بیاد جلو. ولی اومد. اون جونمو نجات داد. اینا تا دم مرگی آدم میمونه. متاسفم که دوستتون از دست دادید. کاپیتان تو اینجا چیکار میکنی؟ باید میومدم. حتی اگه فقط به خاطر جوزف باشه. جوزف کجاست کاپیتان؟ اونم مرده. متاسفانه قربانی دزدان دریایی شد. خیلی متاسفم، مرد خوبی بود. به خاطر جوزف که اومدم کمکتون کنم. کمکمون کنی؟ آتش فشان در راهه. من در تمام نقاط حساس حسگرهایی رو نصب کردم. همه نشون میدن که قرار فوران عظیم اتفاق بیفته. چقدر عظیم؟ این جزیره و هرچه در اون هست ممکنه نابود بشه. میریم یه جایی مرتفع. نه، وقتی آتش فشان اتفاق بیفته هیچ نقطه مرتفعی توی جزیره باقی نمیمونه. این اولین فورانه، باید تا فرصت هست از اینجا برید. باید چیکار کنیم؟ یه قایق کوچیک در اون طرف جزیره پهلو گرفته. برای همه ما جا داره؟ بله، براتون کافیه. دیگه باید برید. من اونجا میبینمتون. شما کجا میرید؟ من باید به نوتیلوس برگردم. باید اسناد و مدارک کارامو نجات بدم. تمام دستاوردامو در اونا ضبط کردم. باید جمعشون کنم. این کار خودکشیه کاپیتان. نمیذارم این کارو بکنین. باید برید. زندگی من بدون کارام بی‌معناست. میدونم شما رؤیای منو درک نمی‌کنید کاپیتان. ولی معتقدم چیزایی که در اینجا به وجود اومده ممکنه تاریخو متعول کنه. ما منتظر تو میمونیم. نه، نباید این کارو بکنید. وظیفه شما نجات خودتون و دوستانتونه. حالا دیگه برید. خدا حافظ کمیتون. بهم عجله کنید.
از این طرف سود باشید بیایید سریع اشاره کنید که داستان جزیره اسرارآمیز با هیولاهایش به پایان رسید. کاپیتان نیمو جان خود را از دست داد و حاصل یک عمر تلاشش نابود شد، ولی به لطف خدا و کمک کاپیتان نیمو ما زنده هستیم تا سفر دیگری را شروع کنیم. سرنوشت نامعلوم در انتظار ماست. جهت دانلود فیلم های بیشتر به سایت ایران فیلم مراجعه نمایید.